غرب در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر از سال 93 برای طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مکانیکی، پمپ‌های خاص و ابزار دقیق متمرکز شده است. شما نه یکی نه دو تا 14 قطعه مورد نیاز صنعت نفت رو تهیه کردید. بگید موضوع از چه قرار بود؟ ما از بهمن سال 97 جلسات متعددی رو با یکی از پالایشگاه‌های منطقه اصلویه داشتیم، فاز 678، مبنی بر این که یک سری قطعات تحریمیه، یه سری پمپ‌های خاص و یه سری شیرهای خاص رو بیاییم برای اولین بار بومی‌سازی بکنیم. اون چیزی که این قطعات از قطعات دیگه متمایز می‌کنه پیچیدگی بوده که تو پرانتز ساخت این قطعات بوده. برای نمونه این قطعه که مشاهده می‌کنید قطعه بوده که سوپر آلیاژ بوده، آلیاژ استلایت 4 بوده. هم تو بحث تامین این ماده ما مشکل داشتیم، در واقع تخصص متالورژی مکانیک همه اینها درگیر شدن و در واقع تجربه صنعتگرای ما باعث شده که این قطعات بتونن در حال حاضر مشابه نمونه خارجی در داخل کشور ساخته بشن. آقای دکتر، یکی از سختی‌های کار با صنعت نفت این هستش که خیلی استانداردهای سختی رو در حقیقت برای خودشون تصویب کرده. شما چه تستایی رو گذروندید؟ گواهی‌های آنالیز شیمیایی، تستای کوانتومتری، متالوگرافی، تست آنالیز شیمیایی خود پوشش، چسبندگی پوشش، ضخامت پوشش و غیره، که همه اینها نشون دهنده اینه که نهایتاً این قطعه میتونه به شکل تضمین شده ای توی تجهیز همون کاری رو که نمونه های مشابه خارجیش انجام میدادن بتونه انجام بده. اینها قطعاتی بودن که در واقع چک والف های سری پمپ های پلانجری بودن. کوتینگ استلایت روی این قطعات انجام شده، مقاومت به سایش این قطعات رو بالاتر ببره. این قطعات مجموعاً این سه قطعه با هم دیگه در واقع چکول به یک پمپ پلانجری رو تشکیل میدن. تقریبا میتونم بگم که این هزینه ها کمتر از نصف نمونه مشابه خارجیه. برای مثال این نمونه شیر کنترلی هستش که میتونم بگم هزینهش یک سوم نمونه مشابه خارجی هستش. طرح بعدی، یه سری پمپ هایی هستن که میتونن جریان های لزج تمیز رو پمپاژ بکنن. این پمپ ها توی صنایع دارویی، توی صنایع غذایی و آرایش بهداشتی استفاده میشه. نمونه این پمپ ها الان از اسپانیا و ایتالیا داخل ایران وارد میشه که انشالله تا 2 ماه آینده تعداد زیادی از این پمپا توسط شرکت ما ساخته میشه. علاقمندان برای اطلاع بیشتر میتوانند به پایگاه رادین تک.ir مراجعه